امروز روز مبارزه با هموفوبیا هموفوبی است. به هر نوع رفتار تبعیض آمیز گفته می شود که علیه دگر باشان جنسی صورت میگیرد. همین امروز کمپین شش کمپین حقوق دگر باشان درباره همجنسگرایان در ایران گزارشی منتشر کرده. در این گزارش هشدار داده شده که روند تقاضای معافیت سربازی همجنسگرایان آنان را به خطر می اندازد. این کمپین می گوید از آنجا که همجنسگرایی در ایران جرم است، افراد ممکن است حتی با خطر مرگ مواجه باشند. مرزاد کهنروز که نگاهی کرده به این موضوع. خدمت سربازی در کشوری که سربازی در آن اجباری است تجربه است منحصر به فرد خوب یا بد تلخ یا شیرین کوتاه یا بلند بسته به اینکه با چه کسی سخن بگویید و یا چه تجربه ای از او بشنوید اما یک چیز مشخص است خیلی ها اگر فرصت داشته باشند دوست ندارند به سربازی بروند. آنهایی که یا با مدت زمان خدمت سربازی مشکل دارند یا با سختی و مشقتش یا با فضای خشک و خشن حاکم بران ها هم جنسگره هم مستثنا نیستند. فرایند عقص معافیت در ایران بسیار سخت و پیچیده است. حالا گزارش هایی رسیده مبنی بر اینکه این, این روند برای همجنسگراها ها به مراتب سخت تر است. اخص خصوصی ترین اطلاعات مربوط به گرایش و رفتارهای جنسی. در نظر فعالان این رویه بیشتر به یک اعتراف شبیه است. این یک کارت معافیت است. در پایین این کارت اطلاعاتی درج می شود که مشخص است دارنده آن یک همجنسگرا است. سازمان نظام وظیفه این نوع معافیت را در مقوله بیماری های اعصاب و روان قرار داده. بخش پنجم بند هفت میگوید کشخوی هایی که مقایر شعونات اجتماعی و نظامی یعنی از جمله انحرافات جنسی و هموسکشوالتی باشد شش ماه معاف موقت در تبصره آن آمده پس از شش ماه در صورت اثبات در مراکز درمانی مربوط معاف دائم چیزی که فعالان را نگران کرده در چنین اطلاعاتی روی سند مهمی مانند معافیت هم خود شخص را در معرض تبعیض از سوی مراجع و مقامها قرار خواهد داد هم اطلاعات ثبت شده ممکن است روزی گریبان خود متقاضی را بگیرد در کشوری که هم جنسگرایی قابل پیگرد غذایی است بنابر صحبت متقاضیان سوال ها بسیار زیاد است و روند تقاضای معافیت بسیار طولانی با امیر در ترکیه صحبت کردیم او یک سال منتظر ماند تا معافیتش را بگیرد انتظاری هرچند طولانی اما معنادار برای او چرا که این کار راه را برایش برای گرفتن پاسپورت هموار می کرد. برای پنهان ماندن هویت امیر صدایش را بازخانی کردیم. استارتش اینطوری خورده میشه که پلیس به علاوه ده میرید یه فرمی میگیرید فرمش رو پر میکنید بعد میفرستنتون پیش یه پزشکی که کاراتون رو برای معافیت بخواد انجام بده پزشکی که شما رو میبینه ازتون میپرسه که مشکلتون چیه و بعدش گزارش میفرسته برای سازمان نظام وظیفه بعد ایشون شما رو میفرستن بیمارستان مربوط بعد از اینکه فرستادن بیمارستان سوالها و آزمایشهاشون یه مقدار شروع میشه تا اینکه در نهایت بهتون یه معافیت موقت شش ماهی میدن تا بعد تو اون شیش ماه اگه تونستید پیش روان پزشک رفتید و ثابت کنید همجنسگرا هستید معافیتتون دائم میشه ولی خب پروسش یه مقدار زمان بره و سوالهای خیلی شخصی پرسیده میشه ازتون یکی از این متقاضیان که به بازرسی نظام وظیفه رفته بود سوالها را اینگونه تشریح کرد از او پرسیده شد چه شغلی را دوست داری که متقاضی میگوید کار درمانی که در اینجا افسر مربوطه پاسخ میداد تو اگر توانایی داشتی خودت را درست میکردی نشانه از اینکه نگاه به این مقوله در ایران چندان به نفع همجنسگراها نیست یا متقاضی دیگری سوالهای دیگری را از آن جلسه به یاد می آورد. سوالهای مانند این دوست نداری دوست دختر داشته باشی و فائل باشی و ارضا شوی اینکه متقاضی چندتا پارتنر دارد چقدر پول می گیرد اینکه چرا دعا نکرده که خوب شود و خدا درمانش کند و اینکه آیا در این رابطه احساس گناه نمی کند؟ سربازی به خودی خود مشقات خود را دارد. حالا به نظر معاف شدن از سربازی هم چندان برای همجنسگرایان آسان نیست. مرساد کوهنروز، بی بی سی.